مهمان من عضو تیم ملی قایقرانی ایران بود و 7 سال قبل به همراه تیم ملی کشورش برای شرکت در مسابقات جهانی به جمهوری چک رفت، ولی در نیمه راه هم تیمی‌هایش را ترک کرد، راهی آلمان شد و دیگر به کشورش برنگشت. مینا علیزاده در آلمان پناهنده شد و گفته است که برای فرار از تبعیض‌های همیشگی و مشکلات فرساینده و به دست آوردن فرصت‌ها و امکانات بهتر کشورش را ترک کرده. این مشکلات چه بود و 7 سال بعد آیا اون چه در خارج از ایران به دست آورده ارزش ترک تیم ملی کشورش را داشته؟ خانم مینا علیزاده به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. متشکرم. خانم علیزاده، شما 7 سال پیش پناهنده شدید از تیم ملی قایقرانی کشورتون در جمهوری چک، جدا شدید و مخفیانه رفتین آلمان و پناهنده شدید. کاملا. چرا؟ در واقع این مشکل عمیقیه که میبایست یه ذره در موردش بیشتر بحث کنیم و من میخوام از طرف تمام پناهجویان ورزشی اینجا صحبت کنم و این نمیخوام فقط در مورد من و در این محور بچرخه. خب به هر حال شما اگه مشکل خودتون رو توضیح بده احتمالاً شامل حال بقیه هم خواهد شد. من سوالم میکنم در این مورد ازتون، ولی فعلا در مورد خودتون که چرا پناهنده شدید توضیح بده لطفا. چشم. شما میدونید که در ایران ورزش زنان محدودیت‌های خودشو داره، خیلی سخت واسه زنان تو نقطه‌ای که هستن از خانواده این اجازه رو بگیرن بیان تو جامعه یه ورزشی رو شروع کنن و توی این ورزش موفق بشن با تمام محدودیت‌های که جامعه و حکومت روشون داره. بعد حالا این شرایط فرهنگ سازی خوبی هم نداره، خودتون میدونید تو ایران چقدر سخته. وقتی به یه جایی میرسی که میبینی دیگه اون آمال آرزوی تو نیست، اون چیزی که بود اون چیزی نبود که تو تصورش رو می‌کردی. یعنی تیم ملی برای من یک رویا بود، وقتی رسیدم بهش دیدم نه، چیزی نبود که من این همه عمرمو به خاطرش هدر بدم. اما من تصمیم گرفتم بیام به آلمان برای اینکه تصور کردم میتونم تو آلمان پیشرفت بهتری کنم، چون تصور کردم امکانات بیشتره، به من بها میدن یا ورزششون تو سطح بالاتری از ورزش کشور ماست و من میتونم خودمو خودی نشون بدم. اینطور بگم. ولی اجازه بدید من یک نقل قول از شما بکنم. شما در جایی گفتید که درباره علت پناهنده شدنتون به آلمان گفتید که به غیر از همون تبعیض‌های همیشگی و مشکلات فرساینده چیزی در ایران انتظارتون رو نمی‌کشیده. چی بود اون تبعیض‌ها و مشکلات؟ همین چیزی که گفتم. من میگم تیم ملی اون چیزی نبود که من می‌خواستم یا آرزوشو داشتم. یعنی اینکه مشخص انگوش بذاریم روی اون تبعیض‌هایی که شما ازش اسم می‌برید چی بود؟ یک نمونهش به من بگید. یک نمونه همین تبعیض بین ورزشکاران مرد و ورزشکاران زن بود. یعنی اینکه درسته ورزش زنان ما خیلی عقب‌تر از ورزش مردانمون بودن. خب بیشتر بودجه ها از طرف وزارت ورزش میرفت به ورزش آقایون و خانوم ها نه. و طبیعیه که باز هم ورزش زنان ما عقب می افتاد و هیچ پیشرفت خاصی نمی کرد. برای این تصور می کردم به خاطر این مشکلاتی که هست اگر برم تو خارج که همه رو به یه چشم می بینن، در یک سطح، در یک لول هستن، شاید بتونم سریعتر به موفقیتی که مورد نظرمه برسم. در واقع من نمی خواستم با درست تیمم رو ترک کردم، اما من به هیچ عنوان به این فکر نکردم که از این تیم سوء استفاده کنم و این کارو بکنم. اگر در اینجا این سوال مطرحه که چرا مثلا هم تیمیامو ترک کردم، چرا اونا رو تو فشار گذاشتم، چرا تیم ملی رو تو فشار گذاشتم، میبایست بگم به جای اینها من خودم 3 سال تو فشار بودم، 4 سال تو فشار بودم، اما نه حقوق میگرفتیم نه چیزی، فقط فشاری بود که روی ما بود. پس ما این حقوق از کی باید دریافت کنیم؟ ولی چرا فکر میکنن؟ شما میگین که به هر حال از تیم ملی بودن در تیم ملی و اومدن به خارج سوء استفاده نکردین، ولی در واقع کردین خانم علیزاده. شما از پیش تصمیم گرفته بودین که این کارو بکنید، قبل از اینکه ایران رو ترک بکنید میدونستین که قراره برین و پناهنده بشین. خب اینم به شما بگم، اینطور نبوده که من به خاطر اینکه از کشور خارج بشم رفتم تیم ملی شدم، عضو تیم ملی شدم، نه اینطور نبوده. گفتم این آرزویی بود، هدفی بود که تو زندگیم خیلی بهش فکر میکردم، خیلی براش تلاش کردم و آخر سر هم بهش رسیدم. و
یک ماه قبل از مسابقات جهانی من تصمیم گرفتم بیام بیرون. تا حالا واقعا من نمیدونستم مثلا مسابقات چکی هم برای ما یعنی میفرستن بچه‌ها رو که برن مسابقات جهانی شرکت کنن. بنابراین نمیتونستم با این فکر به تیم ملی فکر کنم. ولی شما در واقع طوری پشت کردین به هم تیمی‌های خودتون. من به شما گفتم ما تیممون در سطح جهانی نیست. من هیچ وقت هم انتظار نداشتم ما تو اون مسابقات مدال قهرمانی کسب کنیم. طبیعیه من هیچ وقت این شانس رو از خودم نمیگرفتم. میموندم و این مدال رو میگرفتم و بعد شاید این کارو میکردم. شاید مثلا هیچ وقت نمیرفتم اگه مدال رو کسب میکردم. اما اومدم چون میگم تصور کردم چیزهای بهتری هست که من بهشون باید برسم و به خاطر همین تصمیمو گرفتم. حالا به اون بخشی که شما احیانا در آلمان چه چیزی کسب کردین و چه امکانات بهتری داشتین دوباره برمیگردیم من سوال میکنم ازتون. منتها قبل از اون شما باز یه جایی گفتین که مشکلات زندگی قهرمانان در ورزش بانوان ایران اهمیتی برای مسئولین نداشته. شما میتونید یک نمونه از تجربه شخصی خودتون میگین یا اینکه شاهد بودین که به هر حال زندگی شخصی بس ورزشکارا برای مسئول اصلا مهم نبوده؟ خب مشخص بود از طرز رفتار اونها، یعنی اگر یه ذره موی ما بیرون بود مثلا تهدید میشدیم که آقا سال بعد دیگه تو تیم ملی نیستی، یعنی تمام زحماتی که کشیدی به باد میرفت. چرا فقط حواست نبوده یه تیکه از موی شما معلوم بوده. من با دینم و اعتقاداتم کاری ندارم، هر کسی دین خودشو داره اعتقادات خودشو داره، ولی اینکه من تیم ملی بخواد یا این مسئولین بخوان با این جور چیزا ما رو تحت فشار قرار بدن، من واقعا یه چیز پر استرسی میبینم برای یه ورزشکار تو اون شرایط. تصور میکنم که میبایستی یک جو بهتری برای زنان ورزشکار اونجا باشه، یک اعتماد بهتر. یعنی وقتی شما اعتماد میکنید ما بیایم تو تیم ملی برای شما پارو بزنیم، طبیعیه که هیچ وقت قصد سوء استفاده نداریم، میخوایم اونطور باشه و توی این مسیر بریم که شما میخواید. ولی میگم بعضی وقت رفتارهای بد ناشی میشد که ما هستیم. حالا شما یک نمونه هم باز حالا نمونه نه ولی در یک مورد دیگه هم که صحبت کردین، این که موفقیت فقط در تمرین طاقت فرسا خلاصه نمیشه. ما همیشه غیر از مشکلات رایج در ایران از لحاظ روحی هم تضعیف میشدیم. چرا از لحاظ روحی تضعیف میشدیم؟ از لحاظ روحی چون میگم ورزشکارای زن ما در سطح ورزشکارای مرد ما نبودن. خب طبیعی بود اونا با ما یه رفتاری، یعنی شما خودتون رو مقایسه میکردین با امکاناتی که برای مردها هست و بعد درصد. از این نظر چون تضعیف ما... میشد. بله تیم ما زنان ما با تیم مردان مسابقه میدادن، یعنی همه ما با همدیگه تمرین میکردیم توی یک دریاچه و این اختلافات باعث میشد که ما احساس کنیم که بی انگیزه میشیم. این بی انگیزگی ناشی از رفتار مسئولین بود، سوء مدیریت بود فکر میکنم و ما رو دل سرد میکرد. البته شما تنها نیستید، یعنی تنها ورزشکاری نیستید که تا این سال از ایران خارج شدید و پناهنده شدید و اتفاقا خیلی جالبه که در خود تیم قایقرانی ایران بیشتری شاید نسبت به ورزشهای دیگه پناهنده شدن. چه چیزی در این به اصطلاح تیم ملی قایقرانی یا در ورزش قایقرانی در ایران هست که در واقع مردم رو زده میکنه یا بیشتری رو وادار میکنه که برن و پناهنده میشن به خارج؟ آقای فانی در مورد ورزش کشتی و تکواندو هم همینطوره. قایقرانی هم جزو ورزشاییه که ورزشکارانمون خیلی زیاد میرن به کشورهای دیگه و پناهنده میشن، چون تصورم اینه که فدراسیون حرفه‌ای عمل نمیکنه، فدراسیون اونطور که میبایستی به بچه ها رسیدگی نمیکنه. حالا در مورد کشتی نمیتونم بگم چون که ما میدونیم که بیشتر انرژی وزارت ورزش ما صرف کشتی و وزن برداری یا اینا میشه. در این مورد من نمیدونم چرا، اما ممکنه بچه ها توی مثلا کشتی یا رشته های دیگه فقط به خاطر اینکه توی کشورهای دیگه به یک مدالی یا به درجات بالاتری برسن لژیونر میشن و میرن. اما در مورد ورزش قایقرانی وقتی میبینم که ما خودمون سطح ورزش قایقرانیمون چقدر در دنیا پایینه و وقتی و یه ورزشکار از کشور خارج میشه خیلی براش سخته برای یک قایقران تو کشوری مثل آلمان بتونه برسه به درجه بالا و به تیم ملی، برای که درجه اونا انقدر بالاست که تو هر چقدر بخوای تلاش هم بکنی خیلی سخته به لول اونا برسی. اما مثلا یه ورزشی هست مثل تکواندو، مثلا خانم راحل آسمانی برای بلژیک که بازی میکنه، بلژیک بازیکن قدری نداره مثل راحل آسمانی، طبیعی راحل آسمانی رو با جون و دل میگیره و نگهش میداره.
خب بنابراین برای بعضی رشته ها رسیدن به اون درجات بالا خیلی راحت تره، اما برای قایقرانی میگم ممکنه به خاطر اون ضعفایی باشه که تو فدراسیون هست، خیلی ضعف هست واقعا، هست فدراسیون قایقرانی درست عمل نمیکنه از نظر من. چه مثلا شما تصور کنید خانم هما حسینی بعد از المپیک چی شد، چی کار میکنن این فدراسیون بعد از المپیک؟ الان سلماز عباسی کجاست بعد از المپیک 2012 لندن؟ من میترسم که بعد از المپیک 2016 هم دیگه اثری از خانم مهسا جاور نباشه. بنابراین میبینید تو رشته های دیگه شاید بعدش رسیده ای کنم، اما در مورد ورزش قایقرانی خیلی خیلی کمتر درصدش. آها، شما البته یک موضوع دیگه هم که مطرح میکنید، میگین که باورهای ما را تخریب کرده بودند، سوق داده میشدیم به شکست. درست. با این تصور رقابت میکردیم که اروپایی ها بهتر هستند، اما حالا دنیا از تجربه را کسب کرده و میدانم چگونه قهرمان نشدیم و چگونه باید قهرمان شد. درست. چگونه باید قهرمان شد؟ میدونید تو ایران من وقتی 18 سالم بود یه کتابی از داییم هدیه گرفتم، یه کتابی که تمام زندگی منو تغییر داد. این کتاب در مورد قدرت ذهن بود که اصلا چطور میتونی به آرزوات برسی. اما چیزی که من توی تیم ملی میدیدم برخلاف این بود، همیشه به ما میگفتن شما که مدال نمیارید، حالا یه اعزامی هم داریم کنارش. خب این رفتار و این حرکت باعث میشه اصلا بازیکن انگیزه‌شو از دست بده، یعنی بگه اصلا چرا من برم ورزش، چرا برم اصلا مسابقه بدم وقتی همه اینا اینقدر قدر هستن. خب یه ذره کارو سخت میکنه واسه بازیکن. این یعنی اینکه یه ذره چی بگم، بی سوادیه توی ورزش یا چیه، اصلا از روانشناسی ورزش خبری نداره، اصلا نمیدونن با یک کلمه با یک جمله چه تأثیری روی ورزشکار میذارن. برای همین من اینو بارها تجربه کردم، برای همین گفتم که از این لحاظ واقعا ضعیف هستیم، از این لحاظ که باور بچه ها رو برسونیم بالا به سطح بالا که اینا باور کنن ما میتونیم، چرا نتونیم. اما یه جای دیگه یه چیز دیگه میلنگه و اون مثلا میاد مدیریت میشه، مربیگری میشه، حالا باور ما هم درست بشه چیزهای دیگه هم در کنارش اهمیت خاص خودشو داره. حالا وقتی شما از مشکلات صحبت میکنین، اصلا مشکلات خاصی ورزشکاران زن دارن که تفاوت داره با مشکلاتی که مثلا مردهای ورزشکار دارن در ایران که مثلا بیشتر شما رو ناراحت میکنه؟ ناراحت که نمیخوام اینجوری بگم، میخوام بگم که ناراحت شده بودین که اومدین بیرون دیگه. درسته ناراحت میشه آدم، ولی بعد از یه مدت میگه که یه ذره آنالیز میکنه، بعد میبینه که واقعا اون شرایط کمک کرد که به یه درجه بهتر برسم. میخواستم بگم چیزی که بین زن و مرد و فرق هست توی ایران ورزشکارهای زن و مرد این است که خانواده ها یه ذره دخترها رو محدودتر میکنن. طبیعیه تو ایران برای خانوم ها راه های متعددی نیستش که به موفقیت برسه، یا ازدواج میکنن یا تحصیل میکنن. حالا این ورزش یا ادامه دادن ورزش تا سطح تیم ملی برای همه هم وجود نداره، یعنی هیچ ممکنه خیلی خانواده اصلا از چنین چیزایی خبر ندارن، یک چون که تلویزیون ما میبینید هیچ چیزو پوشش نمیده، اطلاع رسانی ضعیفه، مثلا اون موقع اینترنت خیلی به ندرت استفاده میشد. توی بعضی خانواده اصلا اجازه ندارن یا شوهر یا همسر خانم اجازه نمیده. یه سری محدودیت ها هست نسبت به آقایون. این خودش از خود خانواده میاد. این یه چیز جدا، تا اینکه حالا تمام اون محدودیت ها رو شکستی، اومدی بیرون، میخوای بری تیم ملی، حالا یه سری محدودیت ها جامعه رو تو میاره. اینکه پوشش تو حفظ کنی، اینکه با کسی حرف نزنی، یا متوجهید من چی میگم؟ بله بله. حالا برای همین سخته. بله. شما میگید که در سالهای اقامتتون در خارج از کشور متوجه شدید که ورزشکارای ایرانی چیزی از بهترین های جهان کم ندارند. و با این حال میبینیم که خب ورزشکاران البته در زمین های درخشیدند و به خصوص در بین خانم ها با همه محدودیت هایی که شما صحبت میکنین. ما میبینیم مثلا در خیلی از جاها تیم فوتبال، تیم فوتسال یا نمیدونم جاهای دیگه خانم ها در میان در خارج هم مسابقه میدن و اغلب هم به هر حال در سطحی هستن که به اصطلاح مقبول باشه به قول معروف. آره، ولی این که میگین در کم ندارن، منظورتون اینه که استعداد اونجا هست ولی
تربیت نمیشه؟ دقیقاً درسته. منظورم اینه که پتانسیل توی زنان ما خیلی زیاده، ولی میگم به خاطر اون شرایط سخت به سختی روش میکنه، بروز میکنه و گفتم به خیلی چیزا هم وابسته است، به شرایط تیم ملی، به شرایط خانوادگی، به شرایط اجتماعی. و حالا از پس همه اینا که برمیای میری مثلا عضو تیم ملی میشی یا یه مقامی میاری، واقعا این خانوما شگفتی سازن به نظر من. با این شرایط میان یه کار اسطوره‌ای میکنن از نظر من تو این شرایط. بله، من نظرم همین است. اینا میشه گفت خانم علیزاده که بسیاری از این خانم‌ها در همون شرایط شاید بدتر از شرایطی که شما بودید هستن، کماکان دارن تلاش میکنن و در کشورشون موندن و نرفتن پناهنده بشن. بله، ولی نمیتونم بگم که همه آدما میبایستی یه جور فکر کنن، یه جور زندگی کنن. چون من تئوری من اینه که هیچ وقت از زندگیم راضی نباشم. یعنی اینکه تا وقتی که راضی باشی به درجات بالاتر نمیرسی. من همیشه با تلاش کنی برای بهتر شدن. دقیقاً. حالا شما هیچ راه دیگه ای غیر از پناهنده شدن نداشتین که از ایران خارج بشید؟ خب این سوال خوبیه، برای اینکه شما میدونید چقدر محدودیت هست برای خروج خانم ها از ایران. خب حتی اگه به صورت دانشجویی هم خارج میشدیم بازم میبایستی برمیگشتیم و هیچ راهی نبود، خیلی سخت بود. بنابراین تنها راهی که به نظر من میرسید این بود که پناهنده بشم. در واقع این پناهندگی هم اصلا ربطی به سیاست نداره، چون من نه سیاسی هستم نه سواد سیاسی دارم و واقعا علاقه ای هم ندارم، چون که هیچ کدوم از ورزشکارای حرفه ای ما به نظرم سیاسی نیستن، چون معتقدم همه میبایستی توی اون سررشته ای که دارن کار کنن. بنابراین میگم چیزایی که باعث شده ما بیایم فقط به خاطر پیشرفت خودمون، به خاطر اینکه دنیا رو از یه زاویه دیگه ببینیم. شما بهتر میدونید که عضویت در تیم ملی ورزشی هر کشوری برای افرادش به خصوص جوانهای افتخاره و واقعا کلی باید تلاش بکنن که احیانا به اون مقام و درجه برسن، ولی شما اینو داشتید و ول کردید، پشت پا زدید عملا بهش. خانوادتون، دوستاتون، رفقای دیگتون در این زمینه عکس العملشون چی بود؟ من بیشتر وقتها شنیدم که بچه ها به من میگفتن آفرین، کار خوبی کردی، ارزشش رو داشتش، چرا بس باید میموندی و دوباره همین کار رو میکردی؟ تصور کنید من اگر الان تو ایران بودم، هنوزم تو تیم ملی بودم، هنوزم هیچ مدالی نیاورده بودیم، درسته؟ ولی الان که اومدم و این انتخاب رو کردم، این تصمیم رو گرفتم، از خیلی چیزا گذشتم و اومدم، هنوزم پشیمون نشدم و فکر میکنم بهترین تصمیم رو گرفتم. ممکنه این کار عواقب خاص خودشو داشته، ممکنه دوستای منم جزء این عواقب رو لمس کردن، اما میگم باز هم من نمیخواستم به کسی آسیبی برسونم، بلکه من فقط به خاطر اینکه خودمو و آمال آرزوهامو نجات بدم اومدم. حالا شما تصوری که از پناهندگی داشتید قبل از اینکه پناهنده بشید با اون چیزی که باهاش روبرو شدید همون بود، یا اینکه دچار مشکلات دیگه ای شدید وقتی که پناهنده شدید در آلمان؟ شاید صحبت کردن در این مورد واقعا نیاز به وقت بیشتری داشته باشه، اما تا وقتی کسی اینو لمس نکرده، تو اون شرایط نبوده، نمیتونه بفهمه من چی میگم. پناهندگی پروسه خیلی سختیه، سخته، چون که تو از یک درجه خیلی بالای مثلا کشوری میای توی یه جایی که تو رو به چشم یک پناهنده میبینه، به چشم یک کسی که فراریه، و سخت دوباره همه چیز رو از نو شروع کنی، زبان جدید یاد بگیری، تو کشورشون یک شغل جدید پیدا کنی، دوباره درس تو شروع کنی و همه اینا. و سخت‌ترین مشکل اینه که با آدمای اون کشور یکی بشی، یعنی بتونی بفهمیشون، اونا تو رو بفهمن. این برای من خیلی انرژی خیلی زیادی از من گرفت، ولی هیچ وقت میگم پشیمون نشدم، بلکه چیزی که انتخاب کردم درست بود، چون کمک کرد من جهان بینیم به دنیا عوض بشه و این خودش باعث شد که من خوشحالتر زندگی کنم. یعنی تصور میکنم الان تمام زندگی من نباید مدال گرفتن من باشه. خیلی خوبه بچه ها برن تلاش کنن، نه اینکه من اینو نقص کنم، خیلی افتخار بزرگیه، اما انسان ها تغییر میکنن و این تغییر باعث میشه ما تو زندگیمون یک قدم
به سمت جلو بریم. یعنی وقتی که شما به هر حال مشکلات پناهندگی صحبت میکنید، یعنی در مورد شخص شما، خب شما بالاخره آدم شناخته شده بودین، توی عضو تیم ملی قایقرانی کشورتون بودین، طبیعتاً آلبانی ها هم اینو میدونستن یا انتظار داشتن که در همون رشته احیانا برین ادامه بدین، ولی تا به اون مرحله برسید، یعنی مشکلتون چی بود؟ آیا در جامعه ورزشی آلمان شما را خیلی راحت قبول کردند، پذیرفتند؟ میگم یک سال اول برای من فقط سال پناهندگی بود. همون اوایل چند ماه اول من این اقامت رو قبول شدم، اقامت دائم، و اونجا موندم. اما میبایستی زبانشون رو یاد میگرفتم. این خودش خیلی سخت بود، پروسه سختی بود، زبان آلمانی یاد گرفتن. و بعد هم که شروع کردم بعد از اون یک سال قایقرانی رو شروع کنم، با کمال میل پذیرفتن، طبیعیه. اما من رشتم رو عوض کردم، دیگه نمیخواستم تو دراگون بود شرکت کنم، میخواستم قایق کانادایی شرکت کنم و شروع کردم از صفر اونو یاد گرفتم. و ورزش سختیه واسه خانم، اما خیلی خیلی خوب و قشنگ بود برای من، چون خیلی دوست داشتم تو ایرانم دنبال کنم. بهم این اجازه رو نداده بودن چون میگفتن این برای خانم ها بده، و من میگفتم همه جای دنیا دارن، چرا ما نباید داشته باشیم؟ خب حالا که صحبت کشیدین به اونجا، به اینجا که به هر حال اومدین آلمان و تون رشته خودتون و احیانا رشته قایقرانی تون عوض کردین تو رشته، شما گفته بودین که برای فرصت و امکانات بهتر اومدم پناهنده شدم در آلمان. حالا الان 7 سال گذشته از زمانی که شما از پناهنده شدین و از کشورتون خارج شدین. وقتی به دستاورداتون نگاه میکنین، واقعا اون چیزی که فکر میکردین به دست آوردید؟ اون فرصت و امکانات سبب شده که شما رشد بیشتری بکنین تو این عرصه ورزشی؟ در واقع بودن من در تیم ملی سبب شد که اینجا سریعتر یه جایگاهی برای خودم پیدا کنم. من الان به عنوان مربی کار میکنم و مربی شخصی هستم، اما این 3 سال تحصیل و کار خودش برای من یک تجربه خیلی خیلی بزرگ بود که من بفهمم که میخوام تو چه جهتی، تو چه مسیری حرکت کنم. بعد شروع کردم به اینکه اون کتابی که به من و زندگی منو تغییر داده بود برای دیگران خوندم و زندگی اونا تغییر پیدا کرد، و این بزرگترین کاری بود که من میتونستم به هم نوانم بکنم و خیلی تشکر میکنن. درسته من اون کتاب رو ننوشتم، اما این انگیزه در من پدید اومد که کتاب ترجمه کنم، و الان کتابی از آقای پاتریک لونن نویسنده آلمانی ترجمه میکنم که چند بخشش تموم شده. متاسفانه اجازهشو ندارم، چون با ایشون صحبت کردم اگر اجازهشو میدن من همه اینو ترجمه کنم و در اختیار مردم بذارم، که چنین چیزی ممکن نیستش. اما واقعا راضیم از زندگیم، چون الان تنها چیزی که بهش فکر میکنم اینه که در ورزش بمونم. فعلا در ورزش. شما در به هر حال تیم قایقرانی آلمان به هر حال مراحل بالایی هم رفتید، دستاوردتون چه بود؟ یعنی وقتی مقایسه میکنین با اون چیزی که در ایران داشتید؟ چیز بزرگی که من از زندگی تو آلمان به دست آوردم آزادی عمل و آزادی فکری من بود. یعنی به من اجازه میداد هر طور که دوست دارم ورزش کنم، هر طور که دوست دارم تصمیم بگیرم، و این فکر میکنم بزرگترین پیامد حرکتی بود که کردم، و من این رو یکی از بهترین چیزا میدونم. چون که توی ایران اجازه نداشتم کانو کانادایی بزنم، اما اینجا که اومدم این اجازه رو داشتم و تونستم کانو کانادایی رو تجربه کنم. در مسابقات متعددی توی آلمان قهرمانی آوردم و مسابقات کشوری راه پیدا کردم. اما میگم اونجا یا شانس همراهم نبود یا چی، اگر شما توی ویدیو هم ببینید. اما تصمیم گرفتم بعد از اون این کار رو کنار بذارم، ورزش حرفه‌ای رو، و شروع کنم به پیشرفت تو عرصه های دیگه. خانم علیزاده، شما عضو تیم ملی قایقرانی کشورتون بودین و رفتین آلمان و توضیح دادین که به هر حال امکاناتی فرصت هایی هم داشتین، یک کارهایی هم کردین این مدت، ولی یک حسه که قبلا بیشتر داشتید به عنوان عضو تیم ملی کشورم، این چی شد توی آلمان؟ از بین نرفته. طبیعتا اگه از بین رفته بود اینجا نبودم، چون که الان اینجا هستم تا بگم که به این خانوم ها، به این دخترای با انگیزه بگم که ادامه بدن، از تلاش دست بر ندارن. طبیعی یه جایی به یه موفقیتی میرسن، اما هیچ وقت نباید تسلیم بشن. حالا یه موضوع دیگه هم که شما مطرح کردین، که گفتین که ما تجربه های زیادی تا این مدت کسب کردین و حالا دوست دارین در عرصه مربیگری این تجربه رو منتقل کنین به جوان ها،
چطور از چه طریقی میخواین اینو منتقل کنین؟ من خیلی انگیزه داشتم که با بچه های کوچیکتر مربی بچه های کوچیکتر بشم که استعدادیابیشون کنم که به چه دردی میخورن، به درد ورزش تیمی میخورن، به درد ورزش انفرادی میخورن، چون که این بزرگترین ضربه ایه که تو کشور ما دارن میخورن. یعنی خیلی خوب بود که ما توی مدارس ابتداییمون اینو داشتیم که بچه های استعدادیابی میشدن بعد میرفتن به سمت موفقیت و رشته های ورزشیشون. اینجا هم خیلی دوست دارم این کارو دنبال کنم، میبایستی تمام تحصیلمو تمام کنم، دوباره این مدارج عالی خودشو طی کنم، بعد میتونم این کارو بکنم. آها، یعنی چطوری اون وقت اینا رو منتقل میکنیم به جوانهای داخل کشور؟ جوانهای داخل کشور میتونم کتاب بنویسم، میتونم تجاربم از طریق ویدیوها در اختیارشون قرار بدم، هر جور که بتونم این کارو خواهم کرد. شما اصولا الان ارزیابیتون راجع به وضعیت تیم قایقرانی، تیم ملی قایقرانی ایران که بیشتر درش درگیر بودید، الان ارزیابیتون چی ازش؟ یعنی در چه وضعیه، در چه مرحله‌ایه، در سطح به اصطلاح جهانی کجاست؟ در سطح جهانی که ما حرفی برای گفتن نداریم، ولی خدا رو شکر توی المپیک شرکت کردیم. آها. به قوت غیرتی که بچه‌ها داشتن اومدیم، اما نسبت به سال 2012 ما 4 سهمیه داشتیم، امسال 2 سهمیه داشتیم که اونم اولیش هم به خاطر آقای از روس دوپینگ کرده بود و از مسابقات حذف شد و یکی از بازیکنان ما اومد. میخوام بگم که همچین پیشرفت خاصی نکردیم. ولی امیدوار هستین برای آینده؟ امیدوارم. به خصوص در بین تیم قایقرانی بانوان؟ امیدوارم. امیدوارم که هیچ وقت امیدمون ناامید نشه. همیشه میگم، دعا میکنم، امیدوارم که بهتر و بهتر بشه، اما هیچ نمیتونم بگم پیشرفت خاصی کرده نسبت به 7 پیش. نه، هنوزم بچه ها ناراضی هستن. خانم میلا علیزاده، خیلی متشکرم از شرکتتون در برنامه. ممنون از شما. ممنون از شما.